جلسه هشتم، نهم شهریور ماه 1389. خوب ذهن دارید ما تا کجا پیش رفتیم یا فکر کنم طرحهای قربانم گفتیم؟ نه یه مقداری شوخش کردم، یه مقداری با طرحهای قربانم آشنا شدیم. تفاوت قربان فرضیت حالا یه مقدار کار داریم. الان این جلسه بپردازیم به تفاوت یه اشابتی و تفاوت هدیه و قربان کردن. بعد این جلسه در واقع نهزد اسمان کن بفرمید که هایدگر رو در افق
حکمت ایرانی اسلامی تفسیر میکنه رو از دوش تردید بردارم و به دوش قربان منتقل بکنم و نشون بدم که این تفسیر همچنان که تصور میشود و در یک فضای روشن فکرانه سطحی نواهد تر میشه، یک چنین تفسیری خیلی هم گذافه نیست. رقابت قربانه که تفکر هایدگر رو در افق دینی و معنوی تفسیر میکنه، قربان تفسیر سکولار و غیر معنوی از اندیشه های هایدگر رو نمیپذیره. قربان صراحتا میگه متاسفانه پیروان جوان هایدگر پیوند میان هرمونتیک هایدگر و الهیات رو تا اندازه‌ای فراموش کردن. ما باید یک نگرش نوعی به الهیات پیدا بکنیم. تلاش هایدگر هم اینه بچه ها، همونجا که در هرمونتیک هایدگر، هرمونتیک فلسفی هایدگر و گادامر خیلی های نکته رو نفهمیدن و هایدگر و گادامر رو متهم به این میکنن، هایدگر و گادامر رو متهم به این میکنن که مفهوم حقیقت در هرمونتیک فلسفی اونها انکار میشه. اصلا چون نیست. در هرمونتیک فلسفی هایدگر و گادامر حقیقت معنا و مفهوم تازهی پیدا میکنه که با معنا و مفهوم ابجکتیویستی و پوزیتیویستی از حقیقت متفاوته. در هرمونتیک فلسفی هایدگر حقیقت نفی نمیشه، حقیقت معنا و تفسیر جدیدی پیدا میکنه. همین رو در هایدگر، من نمیدونم از چه واژه استفاده بکنم، الهیات که واژه یک متعلق به سنت متافیزیکی و سنت تفکر تئولوژیک، منتها برای اینکه بتونیم با مخاطب ارتباط برقرار کنیم ناچاریم از واژه های معنوف استفاده بکنیم. با هایدگر بحث به تقدس و امر قدسی و الوهیت انکار نمیشه، بلکه معنا و مفهوم جدیدی پیدا میکنه که با معنا و مفهوم سنتی مغایر. این تغایر و این تفاوتی که پیدا میکنه فهمش شما رو از بسیار از سردرگمی ها در فهم اندیشه هایدگر به در میاره. این که بعضی ها فکر میکنن هایدگر اندیشهش سکولاره، به هیچ وجه نیست. آنها در واقع روح حقیقی اندیشه هایدگر که گذر از نیهیلیسم و رسیدن به یک تفسیر معنوی از جهان مستقر این روح اصلی رو درک میکنن، منتها تخریب تئولوژیک رو صرفا معنا و مفهومی روشنگرانه و سکولار بهش میبخشه. بنابراین فراموش نکنید که هایدگر در مراحل جوانی تفکرش، تفکرش با الهیات آغاز کرد. اصلا هایدگر قرار بود طلبه باشه، درس طلبگی بخونه، قرار بود کشیش بشه و اینکه قربان میکوشه که تفسیر دینی و معنوی از هایدگر رای بده به هیچ وجه یک نوع تلفیق خودخواسته من اندی و اربیتراری، یعنی دل بخواهانه از پیوند میان اندیشه هایدگر و الهیات نیست. قربان به ما پیشینه الهیاتی اندیشه هایدگر رو خاطر نشان میکنه و بر اون تأکید میکنه. مخالفان تفسیر معنوی از هایدگر اظهار میکنن که مفهوم خدا نزد هایدگر جایی نداره و این کاملا درست. مفهوم خدا به معنای سنتی کلمه در اندیشه هایدگر جایی نداره، اما اینکه هایدگر کلمه خدا رو به کار نمیبره و با کاربرد مفهوم خدا مخالفه، شما به اصطلاح متوجه باشید که از چه حیث و به چه اعتباری در واقع هایدگر مخالف تعبیر خداوند. در واقع از نظر هایدگر خدا یا خدا یک مقوله متافیزیکیه. خدا یعنی موجود اعلی، خدا یعنی موجود اعلی و در واقع فلسفه که قرار بود مسئله وجود بپردازه، در واقع خدا رو جانشین مسئله وجود میکنه. یعنی الهیات به معنی الاخر، یعنی بحث از موجود اعلی و همچنین بحث از نفس، علم النفس، آنتروپولوژی و همچنین بحث از طبیعت یعنی کاسمولوژی یا اون چیزی در سنت ما طبیعت گفته میشه، جانشین بحث از در واقع جانشین متافیزیک به معنی عام، یعنی بحث از احکام عامه، یعنی بحث از احکام کلی وجود، یعنی بحث از اونتولوژی میشه. یعنی ما تفکر در باب وجود رو میگذاریم کنار و طی تاریخ 2500 ساله متافیزیک و در مورد موجودی به نام خدا، موجودی به نام نفس و موجودی به نام طبیعت
شروع میکنیم فکر کردن و تمام های تلاش های دیرینی که مجددن در واقع نوعی وحدت بین الهیات من الام و الهیات من الاخر ایجاد بکنه. قربان در پاسخ به کسانی که معتقدن هایدگر تفکر خود مفهوم خدا در تفکر هایدگر جایی نداره اشاره میکنه که فراموش نکنیم که در اندیشه هایدگر برای بعد تقدس جایی در نظر گرفته شده. هایدگر بین موجود و وجود تفاوت قائله. وجود همون موضع تقدس، یعنی وجود هایدگر چیزی جز امر قدسی نیست. منتها تلقی اونتیک نباید داشته باشیم. تمام تلاش هایدگر اینه که ما از امر قدسی تلقی اونتولوژیک داشته باشیم، نه تلقی اونتیک، یعنی نه تلقی موجود اندیشانه بلکه تلقی وجود اندیشانه. به گفته کوربن اون که اهمیت داره خود تفاوت هستی شناختی میان وجود و موجوده، همون گونه که در ادیان جهان سفلا از جهان به اصطلاح اولا تفکیک میشه. همچنین از نظر کوربن یک رابطه بنیادینی میان لبوس در معنای وجود شناختی کمه که در اندیشه های یونان اولیه و در اندیشه های پیش از سقراطی وجود داشت و هایدگر ما رو دعوت میکنه که به اندیشه های پیش از سقراطی هم برگردیم. مفهوم لوگوس در معنای اونتولوژیک کلمه، در معنای وجود شناختی کلمه، آنچنان که در اندیشه های آناکیمندرو پارمنیدس بود و در اندیشه مفکران پیش از سقراطی، با کلمت الله در مفهوم یا کلام الهی در معنای دینی و عبری کلمه که در سنت مسیحی یهودی وجود داشته و در سنت اسلامی ما هم وجود داره، در واقع پیوندهای نزدیکی و رابطه‌ای بنیادینی وجود داره. باز همین رو داخل پرانتز بگم، یکی از مهمترین مسائل تاریخ فلسفه قرون وسطا و همچنین شاید سنت فلسفه اسلامی خود ما این بود که چگونه رابطه بین لوگوس و کلمت الله رو تبیین بکنن. این یکی از مهمترین مسائل فلسفه قرون وسطا بود. به هر حال از نظر کوربن بدون شک نزد هایدگر مضمون کلام و سخن الهی موجوده، چون هایدگر ما رو دعوت میکنه که به لوگوس بیاندیشیم، به نیوشایی وجود، اینکه ندای وجود رو بشنوید. اما کوربن خاطرش نشان میکنه که از زمانهای پیشین از دیرباز این مفسران قباله های یهود، متون یهودی و نیز عارفان و حکیمان در عالم اسلام و اسلام هستند که بر تأویل لوگوس یا تأویل کلمه الهی تأکید داشتند. به این اعتبار این دست از متفکران در سنت یهودی، مسیحی و اسلامی در واقع نسبت به هایدگر حق تقدم دارند. به اعتقاد هایدگر هرمنوتیک در ادیان اهل کتاب از همون ابتدا مضامین و واژگان آشنای پدیدارشناسی رو مطرح میکنه، همون پدیدارشناسی که هایدگر بهش توجه داره. همونجور که قبلا گفتم از همون نخستین صفحات کتاب وجود و زمان مفهوم و مقوله هرمنوتیک یا تأویل در بسیار کتاب وجود و زمان خودش آشکار میکنه و دستاورد عظیم هایدگر در کتاب وجود و زمان و اساسا در کل ساختار تفکر خودش اینه که فلسفه ورزی و تفلسف رو در حولوش هرمنوتیک به اصطلاح تعریف میکنه و همچنین توجه داشته باشید که هایدگر خواهان اینه که ما رو به یک نوع هرمنوتیک حضور دعوت بکنه. هرمنوتیکی در واقع در میان تورات شناسان و مفسران باطنی انجیل و قرآن وجود داشته، چه در عالم مسیحی یهودی و چه در عالم اسلام. اون چه که در هرمنوتیک فلسفی هایدگر اهمیت داره و این همین نکته رو شما در تفسیر معنوی و باطنی متون مقدس ببینید اینه که هرمنوتیک در تفکر هایدگر برخلاف هرمنوتیک شلایر ماخری یا هرمنوتیکی که در اون نفر در واقع صرفا به کشف معنا و یا یافتن معنای گزارها محدود نمیشه، بلکه این هرمنوتیک با پدیدارشناسی پیوند میخوره. اینها رو من قبلا به اصطلاح توضیح دادم. این هرمنوتیک میکوشه یک امر نامستور رو از پس گزارها پدیدار بکنه، یعنی در این نوع هرمنوتیک حضور میکوشه در مواجهه با متون، به خصوص متون مقدس، در واقع آنچه که در پس این گزارها پنهان است اونها رو به اصطلاح آشکار بکنه. لذا این دو مقوله، یکی تکیه بر روش هرمنوتیک یعنی روش تفسیر که در سنت ما بهش به تأویل به اصطلاح ترجمه میشه، و یکی دیگه محدود نکردن عمل تفسیر به صرف گزارها و تأکید بر
تفکر حضوری یا هرمنوتیک حضور همون چیزیه که دقیقاً در سنت‌های تفکر شرقی به طور عام و در سنت حکمی ایرانی اسلامی به طور خاص در اندیشه مفکران مثل سهروردی، عرفای ما و در حکمت متعالی ملا صدرا وجود داره و بر اون تأکید میشه. یک نوع تعویل باطنی و انکشاف یا پرده برداری از حقیقت، اینکه حقیقت که اونچه که در سنت خود ما بهش خدا تعبیر میکنیم خودش رو در واقع آشکار بکنه. از چه طریق؟ از طریق مواجهه با متون مقدس. یعنی شما با مواجهه با متون مقدس سعی میکنید متن رو تعبیر بکنید. این تعبیر صرفا بیان معنای واژه‌ها نیست، چیزی که فقهای ما انجام میدن، چیزی که متکلمان ما انجام میدن، چیزی که فیلسوفان ما میکوشن مثلا به تفسیر فلسفی به اصطلاح واژه‌ها بپردازن. اما در سنت اشراقی در واقع سعی بر این است در مواجهه با متن مقدس شرایطی فراهم بشه. این شرایط یعنی با یه شرایط اگزیستانسیل، صرفا واژه دانستن واژه های عربی از طریق لغتنامه آموزا نیست، یعنی به طریقی خود را آماده بکنید تا در واقع امری که پنهان و مستوره خودش رو بر شما آشکار کنه. به این اعتبار میان تفکر هایدگر یعنی هرمنوتیک حضور هایدگر که از سنخ هرمنوتیک شلایرماخر نیست و یک نوع تلاش به بازگشت به لغت یونانیه و با سنت حکمی و عرفانی ایرانی اسلامی همسویی های بسیار آشکار و غیر قابل انکاری وجود داره. در هرمنوتیک حضور هایدگر معنا حاصل دونستن واژه ها نیست، معنا حاصل نوعی عملی کردن حضور. اصلا دازاین یعنی همین، دازاین یعنی موجودی که میتواند به اصطلاح حضور رو عملی کنه و حضور رو در این جهان بودنش رو و وجود رو و در عالم بودنش رو و عالمیت این عالم رو در واقع تجربه بکنه. دازاین یعنی موجودی که توانایی تجربه حضور در این جهان رو داره. این حضور صرف تفکر مفهومی نیست، صرف شرح و بسط واژه ها نیست، صرف شرح و بسط گزاره ها نیست. هرمنوتیک به این معنا که اینا رو قبلا توضیح دادم، به این معنا در واقع نحوه بودن خاصی رو از موجود معول، از موجود تعبیرگر یعنی انسان، سطح خاصی از بودن رو، سطح هرمنوتیکی خاصی از معنا رو در واقع طلب میکنه. و همین ارتقای نحوه وجودی که یک نوع معرفت اگزیستانسیله، یک نحوه معرفت وجودی، یک نوع سیرورت در نحوه بودن، صرف بازی با مفاهیم نیست، صرف این نیست که ذهنتون انباشته از مفاهیم بشه. این گذر از تفکر حصولی و مفهومی یعنی گذر از تفکر متافیزیکی دقیقا همون خطوط و عناصر قوامبخشید که در هرمنوتیک خاص شرقی هم یعنی در تفسیرهای معنوی و باطنی در اندیشه های شرقی وجود داره، در سنت حکمی و عرفانی ما هم به خوبی دیده میشه. همچنین خود کوربن به ما گزارش میده وقتی در ژوئیه سال 1936 یعنی مدت زمانی که در فرایبورگ اقامت داشت، مشکلات ترجمه خودش از کتاب باتیز متافیزیکس هایدگر رو میدونه که اولین بار کوربن به زبان فرانسه ترجمه میکنه. هنگام ترجمه این متن کوربن با مشکلاتی مواجه میشه، مشکلاتش رو با خود هایدگر در میون میذاره. طبق گزارش که خود کوربن میده، هایدگر کلا به کوربن یک اعتماد تام و تمام در عمل معادل یابی ها و واژه گذاری ها و نوآوری های زبانی که پیوسته کوربن انجام میداد یک نوع در واقع اعتماد تام داشت. خود کوربن میگه وقتی من داشتم کتاب هایدگر رو ترجمه میکردم در حاشیهش پر از حاشیه نویسی بود، حاشیه نویسی که من در واقع عبارات عربی رو در کنار ترجمه خودم از متافیزیکس هایدگر آورده بودم و خیلی از این عباراتی بود که از حکمای متعلق سنت اسلامی یعنی از سنت حکمی ایران اسلامی عرض کرده بودم. از نظر هایدگر شباهت عجیب میان اصطلاحات اساسی هایدگر در کتاب وجود زمان و اثری مثل متافیزیکس پاد و پاره از تعابیر عربی که در میان حکما و عرفای ایران اسلامی وجود داشت شباهت های زیادی بود. این شباهت به هیچ وجه امر تصادفی نبود، نشون میداد که اینها در یک افق مشترکی، نسبتا مشترکی، من اینجا نمیخوام بگم هایدگر هر آنچه گفته است همان چیزی که در سنت عرفانی ایرانی تا گفته، من میگم افقهای مشترکی وجود داره، عناصر قوام بخش اساسی و بنیادینی وجود داره. کوربن میخواد روی این نکته دست بگذاره. هرمنوتیک
حضور هایدگر و شیوه تأویل شرقی و شیوه تأویل حکمای الهی در سنت ایرانی اسلامی بسیار همسنگ است، بسیار هم افق است. کوربن مدعیه که قبل از اون کسی یک چنین مقایسه‌ای رو میان سنت حکمه ایرانی اسلامی و به سلام تفکر هایدگر انجام نداد. خودش صراحتا میگه آنچه که من در نبض هایدگر میجستم و آنچه که در پرتو آثار هایدگر یافتم دقیقا همون چیزی بود که در متافیزیک ایرانی اسلامی میجستم و میافتم. به کوربن تهمت های زیادی زده شد، تهمت هایی که امروز هم در جامعه ما، در جامعه ژورنالیستی ما، در جامعه روشنفکری سطحی ما هست غالبا تکرار میشه، منتها انتقادات به فردید به خلاف وارد میشه، به فردید انتقادات رو میکنن. خیلی حالا خود کوربن میگفته که او داره تفکر هایدگر رو در افق عرفان ایرانی اسلامی تفسیر میکنه، یعنی در واقع هایدگر رو شرقی میکنه. میگفتن که کوربن داره خلط و التقاط صورت میده و او داره تفکر هایدگر رو با سنت تفکر ایرانی اسلامی به اصطلاح ترکیب میکنه، التقاطه، یک نوع التقاط ناهمگون و به اصطلاح ناسازگار. کوربن میگه برخی از این به اصطلاح مورخان، کسانی که در حوزه شرق شناسی و هایدگر شناسی بودن، با سماجد میکوشن تا مؤدبانه القا کنن که من هایدگر رو با سهروردی به قول آنان التقاط کردم، مخلوط کردم. همچنین خودش اظهار میکنه گاهی کسانی از کسانی که متوجه میشوند، جمله کوربن میگه همچنین اظهار میکنه گاهی از تعجب کسانی که متوجه میشوند مترجم هایدگر و معرف فلسفه اسلامی ایرانی یک نفر، یعنی کوربن هم مترجم هایدگر و هم معرف حکمت ایرانی اسلامی به غرب، بعضی ها خندهشون میگرفت، تعجب میکردن و کوربن میگه من تعجب این از مثلا تعجب این گروه خودم خندم میگرفت. کوربن در پاسخ به مخالفان خودش میگفت تنها کاری که من کردم، من تنها کاربرد هرمنوتیک فلسفی و که هرمنوتیک حضور هایدگر رو به حوزه بکر برای غربی ها، در واقع من تنها کاربرد این هرمنوتیک رو به حوزه بکر و وفی عرفان اسلامی شیعه و صفت عرفان مسیحی و عرفان یهودی که هم مرز اون هستن گسترش دادم، چرا که از طرفی مقوله هرمنوتیک رنگ و بوی هایدگری داشت و از طرف دیگر نخستین مقالات من به سهروردی فیلسوف بزرگ ایران زمین مربوط بود. کوربن به درستی مخالفان خودش رو متهم به یک سو نگری میکنه. اکثر کسانی که در جامعه ایران هم وارد این بحث میشن که ایرانی ها هایدگر رو شرقی کردن و در واقع هایدگر ایرانی با هایدگر اکادمیک و هایدگر که در غرب هست خیلی متفاوته، اینها یک نکته رو نادیده میگیرن. کوربن به مخالفان خودش این رو میگه و من همین حرف کوربن رو در مورد روشنفکران وطنی خودم تکرار میکنم. وقتی از عقل و خردبردی و تفکر صحبت میکنیم، در واقع تحت تأثیر راسیونالیسمی که در دوره جدید غلبه پیدا کرده، تحت تأثیر نگاه روشنگرانه، یعنی در نویایی که حاصل دوران انلایتنمنت، خرد یک معنای بسیار محدودی پیدا کرده، خردبردی و تفکر معنای بسیار محدودی پیدا کرده، در صورتی که تفکر و خردبردی میتونه معنای بسیار بسیار وسیع‌تری رو داشته باشه. راسیونالیست‌های پیرو به جهانبینی عصر روشنگری میخوان بگن که در واقع اندیشه چهره‌ای مثل ژاکوب بومه یا چهره‌ای مثل سودنبرگ یا ابن عربی یا شیخ شهاب‌الدین سهروردی اساساً تفکر و خردورزی بود و از این منظر در واقع اینها رو میخوان نقد بکنن. اونها متوجه نیستن که خود هایدگر به منزله یک از منتقدین راسیونالیسم جدید غربی در واقع خواهان یک نوع رجعت به نوع دیگری از تفکره، بر اساس دایکاتومی که در ذهن روشنفکرها وجود داره، اینه که تفکر یا باید تفکر عقلانی متافیزیکی باشه از سمت تفکر ارسطو، دکارت، کانت، ویتگنشتاین و هر نوع تفکری که غیر از این است چرته، شعره، خیالاته، عرفان بازیه،
و نمیتونن یک نوع دیگری از تفکر رو که از سنخ تفکر ارسطویی نیست، از سنخ تفکر به اصطلاح خردورزی راسینالیستی در معنای جدید کلمه نیست، از نوع خردورزی دکارتی کانتی نیست، نمیتونن قبول بکنن و هر آن چیز رو به اصطلاح انکار بکنن. از سوی دیگه کوروند مخالفان خودش رو متهم به این میکنه که اینها اصیل هیستوریسیست هستن، اصیل تاریخ محوری هستن. اینها معتقدن که، یعنی در واقع کوروند معتقده که مخالفانش اصیل تاریخ محوری و هیستوریسیست هستن، یعنی اونها معتقدن انسان اصیل چارچوب‌های تاریخیه و انسان قدرت ترانسندنس نداره، انسان قدرت استعلا و فراوروی از چارچوب‌های تاریخی نداره. اگر یک فردی متعلق به دوران مدرنه فقط در چارچوب تفکر مدرن میتونه فکر بکنه، لذا نمیتواند با مسیح، با مثلا فلسفه کنفوسیوس، یا مثلا با مانی و مزدک، یا فرض کنید زرتشت، یا با بودا، یا با عرفای مثل ابن عربی یا سهروردی همزبانی داشته باشه. در واقع بر اساس مفروضات هیستوریستی امکان گفتگو با همزبانی وجود نداره و اگر شما بکوشید این همزبانی، این هم افقی، یا به قول به اصطلاح گادامر این امتزاج افقها، این درهم کردن افقها رو ایجاد بکنید، the fusion of horizons رو ایجاد بکنید، در واقع مرتکب یک نوع خلق شدید. من خیلی از روشنفکران دیدم میپرسم چگونه ممکن است که هایدگری که متعلق به قرن 20 و منطرف به سنت غربی، اون رو ما با اندیشه های مثلا ابن عربی و سهروردی یکی کنیم؟ اصلا صحبت یکی کردن نیست، صحبت ایجاد یک نوع دیالوگه، صحبت نشون دادن پاری از هم افقی ها. این هم افقی اگر کسی اصیل هیستوریسیست تاریخی باشه، یعنی انسان رو محدود به چارچوب های تاریخیش بدونه و معتقد باشه که تمام کنش‌ها و تفسیرهای ما محدود به چارچوب‌های تاریخی و ما نمی‌توانیم از این چارچوب‌های تاریخی فراتر رویم، در واقع این حرف می‌تونه درست باشه. البته ما هم معتقدیم که فاعل تاریخی است، فهم‌های ما، تفسیرهای ما محدود به اصطلاح چارچوب‌های تاریخی است. این وجود این چارچوب‌های تاریخی رو نمی‌خوایم انکار بکنیم، اما این سخن به این نیست که انسان کاملا اصیل این چارچوب ها باشه. انسان موجودی هم محدود به چارچوب های تاریخی و هم یک نوع ترانسندنس وجود داره. نمیخوایم انسان رو موجودی فرا تاریخی قلم داد بکنیم و نمیخوایم انسان رو موجودی صرفا تاریخی قلم داد کنیم. محل بحث رو برای خودتون روشن بکنیم. به هر حال یکی از اهداف، یکی از مهمترین اهداف پدیدارشناسی چه در حسن و چه در هایدگر و چه صفت در چهره مثل کوروند، آزاد کردن آدمی از هیستوریسیسم، آزاد کردن آدمی از اصالت در تاریخ و تاریخ گرایی. به همین دلیل برای کوروند پدیدارشناسی چیزی جز به اصطلاح آزاد شدن از بن‌بست‌های هیستوریسیسم و تاریخ محوری نیستش. کوروند سه تا دلیل میاره که چرا برخی با تفسیر او از عرفان شرقی و به سنت‌های حکمی ایرانی اسلامی بر اساس هرمنوتیک هایدگر مخالفن. یک، اونا عقلانیت رو به معنای خاصی میفهمن، عقلانیت رو در سنت روشنگرانه صرفا میفهمن، یعنی معتقدن یا تفکر میکنید به معنای متافیزیکی، اونم متافیزیک جدید، یعنی عقلانیت دکارتی نیوتونی، یعنی یک روح پوزیتیویستی در این هست و عقلانیت رو به عقلانیت جدید محدود میکنن. دو، اونها آگاهانه یا ناآگاهانه اصیل مفروضات هیستوریسی هستن. سوم، در واقع این گروه در سطح کلمات و اصطلاحات باقی میمونن. این دسته از افراد که در واقع کوروند اونها رو به سطح اندیشی متهم میکنه اصلا نمیتونن به عمق معانی و باطن تعابیر راه پیدا کنن. آره درسته، اگر شما واژگان و اصطلاحات هایدگر رو بیارید، داساین، بینگ این دی ورلد، الیسیا، لتینگ بی سین، اینا اصطلاحاتی که هایدگر مثلا به کار میبره، اگر فقط در سطح این عبارات باقی بمونید، تعابیر هایدگر رو به زبان تحت لفظی ترجمه بکنید، بعد بکوشید که در نهایت لابلای فرهنگ لغات و اصطلاحات موجود فلسفی برای اصطلاحات هایدگر معادل هایی رو در زبان عربی یا فارسی بیابید، همین چیزی که تو جامعه ما داره روی میده،
یعنی از طریق دیکشنری ها میکوشن اندیشه یک متفکری رو ترجمه بکنن. آره، یا شما نگاه میکنید که بازگردوندن و ترجمه اصطلاحات هایدگر به تعابیر حکمی و عرفانی موجود در سنت تفکر اسلامی امری تسلوی تحمیلی و نوعی تفسیر به رأی از متون هایدگر به نظر میاد. اما اگر راه دیگه رو ما در پیش بگیریم، نه اینکه فقط در سطح واژگان و تعابیر محض باقی بمونیم، بلکه بکوشیم به روح و عمق معانی پی ببریم، بعد میبینیم که در سنت تفکر حکمی و عرفانی، چه در حوزه فرهنگ و تفکر ایرانی اسلامی و چه در دیگر سنت‌های شرقی، سنت هندی، سنت‌های خاور دور، درست ممکنه واژگانی هستن که در تفکر هایدگر وجود نداره، یا در اندیشه‌های هایدگر در وجود زمان واژگانی هست که در این سنت‌ها نمیشه مترادفش رو پیدا کرد. اما اگر به معانی توجه بکنیم، یعنی همون راهی که کوربن داره طی می‌کنه، می‌تونیم در واقع وجود مفاهیم و معانی مشترک رو ببینیم، نه وجود الفاظ مشترک. اون چیزی که رماننده است و برخی معتقدن در اینجا یک نوع تفسیر اربیتری و خود به خود صورت گرفته، چون اینا سطح واژه ها رو میبینن. آقا مثلا در سنت اسلامی کجا از دازنگ صحبت رفته؟ شده مثلا از الفیا صحبت رفته؟ خب من میگه اگر بیان در سطح الفاظ نمونیم، در سطح معانی بریم. مثلا در عرفان واژه رایجی که وجود داره و عنوان چند تا کتاب هست، کشف المحجوبه. کشف المحجوب یعنی چی؟ یعنی پرده برداری از محجوب، پرده برداری از پنهان. این دقیقا همون رویکرد پیداشناسی که میکوشه معانی زمینی و باطنی رو در واقع به دست بیاره و معنایی که در پس ظاهری یک پدیده پنهان شده، با تمثل به علم یونانیان گذشته در واقع متحقق بکنه. پیدایش‌شناسی یعنی چی؟ نجات پدیده ها، یعنی کشف، یعنی پرده برداری، به پرده برداری از اون چیزی که در پس ظاهر پنهان شده. پیدایش‌شناسی یعنی کشف حقیقت پنهان شده، یعنی همون الفیا، یعنی همون معنای حقیقت. و این دقیقا همون چیزی که هایدگر از الفیا میفهمه. الفیا هایدگر از نظر کوربن اگر به روح معنای واژه پی ببرید، چیزی جز کشف المحجوب نیست که در سنت حکم ایرانی اسلامی ازش گفته میشه. کوربن میگه وقتی من میگم الفیا همون کشف المحجوب سنت حکم ایرانی اسلامی، من یک تفسیر اربیتری، تفسیر دلبقانه صورت ندادم. من عرفان ایرانی اسلامی رو با هایدگر تلفیق التقاط نکردم. من تنها کاری که کردم از حوزه زبان آلمانی به حوزه زبان ایران شناسی و اسلام شناسی گام گذاشتم، قدم برداشتم. و برای کسی که، برای متفکر و فیلسوفی که از نظر کوربن اصیل هیستوریسیست نیست، اصیل تاریخ گرایی مدرن نیست، این جا به جایی از زبان به زبان دیگه تنها یک تغییر مکانیه. انگار از آلمان اومدم ایران، از یک زبان اومدم به زبان دیگه. این مسئله ثانوی، اهمیت ثانوی داره. اما اون چی که برای متفکر مهمه در واقع اینه که در اینجا معانی و مفاهیم مشترک وجود داره، گرچه ممکنه نحوه و شیوه بیان متفاوت باشه. به همین دلیل کوربن صراحتا اظهار میکنه که آنچه که من نظر هایدگر جستم و آنچه از طریق هایدگر درک کردم همان چیزی که در متافیزیک ایرانی اسلامی جست و یافتم، یعنی در آثار شخصیت های برجسته این صحنه. نکته قابل توجه دیگه اینه که کوربن صرفا نمیکوشه هایدگر رو در افق حکمت ایرانی عرفانی، حکمت و عرفان ایرانی اسلامی تفسیر میکنه. خودش بگه من کوشیدم مبانی حکمی و عرفانی در سنت ایرانی اسلامی رو به کمک روش، یعنی کلید هرمنوتیک فهم بکنم، بر اساس روش هرمنوتیک فهم بکنم. بحث رو قبلا داشتیم، روش پدیدارشناسی و هرمنوتیک حضور هایدگر کلیدی برای باز کردن قفل دشواری های فهم معانی که در سنت حکمی ایران اسلامی وجود داره. صحبت تقریبی که ما هایدگر رو وارد این افق کنیم، صحبت از یک جنبه دیگه در این است که ما از کلید پدیدارشناسی برای گشودن درهای بسته سنت حکمی
ایران اسلامی سازه. یعنی اون میگه من سهره ورده رو نمیفهمیدم، ملا فتلا رو نمیفهمیدم، هرمونتیک حضور هایدگره که به من کمک میکنه قفل این درهای بسته شده رو برای خودم باز بکنم. خود کوربن میگه اگر آشنایی من با تفکر هایدگر نبود به هیچ وجه قادر نبودم روح اصلی تعابیر و اصطلاحات موجود در حکمت اشراف و سنت عرفان ایران اسلامی رو فهم بکنم. خود کوربن میگه که جملات کوربنه، نسخه کتاب هستی و زمان من آکنده از حاشیه نویسی به زبان عربی بود. فکر میکنم اگر تجربه واژگان عجیب آلمانی هایدگر رو نداشتم، در صورتی که تمرین ها و بندبازی های لازم را صورت نداده بودم، گاهی وقتا شما باید خلق بکنید. تو خود من با متن بزرگ زمان سر کار داشتم، واقعا یه جایی رو انگلیسی رو میفهمید به فارسی در میارید قابل فهم نیست. خیلی باید بند بازی کرد، خیلی باید تلاش کرد تا بتوانید زبان معنوس مناسبی پیدا بکنید تا بتونید این اثر رو ترجمه بکنید. ترجمه ها شما در زبان فارسی خوندید به هیچ وجه رسانی است، به هیچ وجه رسانی است، چون باید درک بکنید و دوباره در زبان خودت اونها رو بازسازی کنید و گاهی وقتا این ترجمه به لحاظ زبانی ممکنه وفادار نباشه و بخواید زبان جدید رو تو زبان فارسی خودتون خلق بکنید تا بتونید معانی رو منتقل بکنید. قربان میگه فکر میکنم از تجربه واژگان عجیب آلمانی هایدگر رو نداشتم، در صورتی که تمرین ها و بندبازی های لازم رو صورت نداده بودم، ترجمه اصطلاحات و واژه های سهروردی، ابن عربی، ملا صدرای شیرازی و اینها برایم دشوارتر میشد. برای نمونه واژه های عربی مانند ظاهر به معنای برون و آشکار یا باطن به معنای درون و پنهان که هر یک مجموعی از کلمات خویشاوند، کلمات هم خانواده رو با خود هم می‌کند، مثلا ظهور یعنی تظاهر، عمل ظاهر شدن و آشکار کردن، اظهار یعنی عمل آشکار کردن و خود را ظاهر کردن، مظهر یعنی آنچه موجب تظاهر و ظهور می‌شود، مظهر به معنی شکل تظاهر و شکل تجلی، مظهریت یعنی کارکرد تجلی مظهر. زبان فارسی هم واژه های مانند حفظ کردن، حفظ کننده و حفظ گردیده دارد که هر یک بیانگر نحوه از حفظی هستند. هر این چند کلمه این مثال ها برای اینکه نشون بدم واژگان پیدارشناسی تا اندازه ملموس شود، در نتیجه دیگر یادآوری نکته لزومی نداره که شناخت واژگان پیدارشناسی و شناخت واژگان حکمت الهی اسلامی میتواند خدمات متقابلی در بر داشته باشد. یعنی فهم این واژه ها برای فهم پیدارشناسی هایدگر و فهم پیدارشناسی هایدگر برای فهم اصطلاحات تعابیری که در سنت حکمی ایران اسلامی وجود داره. من برای اینکه کوشش های نظری کوربن رو یعنی در جهت فهم حکمت عرفان اسلامی بر اساس اندیشه هایدگر رو ازش دفاع کنم، دو تا نکته تاریخی رو ذکر میکنم. نکته اول این که بعد از اینکه عقلانیت مدرن یعنی عقلانیت دکارتی، نیوتونی، کانتی غلبه پیدا کرد، گروهی نسبت به این عقلانیت موضع منفی میگیرن. عقلانیت مدرن یعنی عقلانیت نیوتونی دکارتی یعنی بر اساس نوعی الگوگیری از ریاضیات میخواد جهان رو بفهمه و معرفت رو صرفاً در رابطه استنتاجی از اکسیوم ها و گزاره ها میبینه، یعنی همون چیزی که همه ما امروز عادت کردیم باهاش فکر بکنیم و سنخ دیگری از معرفت برای ما بی‌معنا و وقتی کتب مقدس باهاش مواجه میشه مجموعی از خرافات اساطیر بی‌معنا باشد یا نه خیلی جالب باشه به لحاظ اسطوره شناسی برامون جالبه و چیز دیگری در ما ایجاد میکنه، عقلانیت جدید نتیجه بست عقلانیت متافیزیکیه که با سقراط، افلاطون و ارسطو شروع شد. وقتی این عقلانیت بست پیدا کرد، عقلانیت جدید، حملات شدیدی از رمانتیست‌های آلمانی شکل گرفت. شاعران و متفکرانی مثل نوالیف، گوته، هولدرلین، ریلکه، اینا عمدتا شعرهایی هستن که
هایدگر نسبت به اونا بسیار عشق می‌ورزید. اگزیستانسیالیست های مثل کیرکگور، اینها از واقع نخستین مقاومت های جدی بود که نسبت به عقلانیت متافیزیکی در دوران مدرن یا بست عقلانیت مدرن در دوران جدید در واقع موضع نشون دادن. این دست از رومانتیستا ما رو دعوت کردن به جای اینکه به سقراط افلاطون چشم بدوزیم، به جای اینکه به ارسطو چشم بدوزیم، همون اتفاقی که در رنسانس شکل گرفت، همون اتفاقی که در عصر روشنگری شکل گرفت، اینها ما رو دعوت کردن که در واقع بیاییم به یونان اولیه و یونان ما قبل متافیزیک بازگردیم، یعنی یونان دوران تراژدی، دورانی که هنوز فلسفه ظهور پیدا نکرده، هنوز تفکر عقل محور و منطق محور سقراط افلاطون ارسطو غلبه پیدا نکرده. در واقع رومانتیست‌ها شعار بازگشت به فرهنگ و تفکر یونانیان اولیه رو میدن. این شعار بازگشت به یونان قبل از متافیزیک، یونان قبل از فلسفه، مجددا خودش رو در تفکر نیچه و هوسر نشون میده. نیچه صراحتا از بیماری عقلگرایی سقراطی صحبت میکنه، برخلاف پوزیتیویستا، برخلاف اگوت کنت، برخلاف راسل که معتقدن با ظهور فلسفه بشر بشرتر میشه، آدم میشه، خرافات و اسطوره ها رو میذاره کنار، تفکر اسطوره ای رو میذاره کنار و تفکر عقلی و فلسفی شکل بگیره، راسل صراحتا از The Miracle of Greek صحبت میکنه، معجزه یونانیان، میگه با سقراط به اصطلاح معجزه شد آدم برای معنای در به معنای واقعی کلمه آدم میشه. قبل از اون که آدم وجود نداشت، یه موجودات خرافی اسیر اسطوره ها که با خدایان میخواستن جهان تفسیر بکنن. در واقع هم نیچه و هم هوسر و هم رومانتیستا و به تبع همه اینها هایدگر در واقع معتقدم سقراط افلاطون تفکر انحطاط پیدا کرد، تفکر اوج نگرفت. چرا؟ چون نسبت زنده با هستی فراموش شد و تفکر مفهومی و حصولی مطلق شد و بشر اسیر مفاهیم شد و این بازی با مفاهیم در تاریخ متافیزیک ادامه داشت و حضور آدمی جهان و نسبت بیواسطه انسان با جهان به تدریج فراموش شد تا اینکه جهان به یک امر کاملا که خود وجود جهان مسئله شد برای دکار. از کجا معلوم جهانی هست؟ کانت هم گفتن نمیدونم چجوری با این مسئله میتونیم مواجه بشیم، وجود جهان فقط بر اساس یک باور، یک کامن سنس، یک اعتقاد میتونیم بپذیریم، هیچ استدلال عقلی براش نداریم. جدای نومن از فنومن به تعبیر دیگه، در تمام تلاش هایدگر و هوسل در مراحل پایانی عمرش و هایدگر اینه که دوباره وحدت نومن و فنومن رو بازگردونه، یعنی نسبت نومن و فنومن به همون معنای یونانیان اولیه فهمیده بشه. هایدگر هم تحت تاثیر رمانتیسم آلمانی و اندیشانی شوسر، خواهان نوع تجدید عهد با تفکر دورای پیشا سقراطی و ما قبل افلاطونی. حالا یک نکته تاریخی، اما بسیار از مورخان تاریخ تفکر و تمدن شناس معتقدن که میان تفکر ایرانیان باستان و سنت زرتشتی و مزدایی و تفکر یونانیان اولیه همسویی های بسیاری وجود داشته. حتی برخی معتقدن که یونانیان اولیه و حتی افلاطون از اندیشه های حکمی ایرانیان باستان متأثر بوده. برای نمونه همین متن فارسی آقای استفان پانوسی رو بخونید، کتاب خیلی قدیمی مال دوران سال 1356 در اومد تحت عنوان تأثیر فرهنگ و جهانبینی ایرانی بر افلاطون. تو اون کتاب آقای استفان پانوسی نقد قولهای بسیاری از فرهنگ شناسا و تمدن شناسا میکنه که نشون میده که تفکر معنوی ایرانی و تفکر زرتشتی چگونه بر متفکران یونان باستان و از جمله بر خود افلاطون به اصطلاح اثر گذاشت و چطور مثل افلاطون یک چیزی جز به اصطلاح فرشته هایی نیست که در سنت تفکر ایرانی وجود داشته. حالا من اینو فقط خواستم داخل پرانتز بگم، از یک موضع شوونیستی و
راسیستی و ایران پرستی و بازگشت به ایران قبل از اسلام اینا، این حرفا رو تفسیر نکنید، فقط به عنوان یک نوع پیداشناسی تاریخی میخوام بگم. بنابراین اگر تفکر شرقی ایرانی اسلامی که اوجش به اصطلاح عرفای ما هستن، میدونید عرفای ما در واقع نگاهی به اون فرهنگ دارن و شیخ اشراق خواهان زنده کردن فهلویات حکمت خسروانی، حکمت خسروانی یعنی حکمتی که در دوره پیش از اسلام قبل از ورود اسلام وجود داشته، سنتی که خودش رو در اندیشه های فردوسی و بعد عرفای ما سنایی، عطار، مولانا و حافظ نشون میده، تفکر معنوی مال ما و کروان داره به من میگه که من ایرانی ایرانیت رو چگونه بفهمم. به امروز روشنفکران ما و دانشگاه های ما و قدرت سیاسی ما و روحانیت ما از این فهم بسیار دوره، بسیار دوره و جای بسی تعصب که کروان باید به من بگه من ایرانیت رو چگونه باید بفهمم. برای کروان ایرانیت یک نظام تئولوژیک نیست مثل فقه یا کلام شیعی، بلکه حکمت معنوی، همون چیزی که جهان امروز بهش نیازمنده و میتونه ما را از نیهیلیسم خارج بکنه. اگر در این سنت، این سنت معنوی ایران اسلامی نگاهی به ایران باستان داره و هایدگر نیز نگاهی به تفکر ما قبل سقراطی داره، تفکر ما قبل سقراطی در یونان، یونان اولیه، نه یونان دوران متافیزیک و یونان متأخر، با حکمت به اصطلاح تفکر ایرانی افقهای مشترکی داره. باز نمیخوام بگیم همه اینا یکیست، اصلا صحبت اینا نیست، افقها و هورایزن به اصطلاح مشترکی داره. تفکر پیشرفت سقراطی تفکر شهودیه و تفکر معنوی ایرانی نیست، چه در ایران قبل از اسلام در اندیشه‌های زرتشتی و مانوی و مزدایی و چه در سنت عرفانی و حکمی ما، تفکر شهودیه. تفکر پیشرفت سقراطی تفکری نیست که عقل غلبه پیدا کرده باشه، در اینجا هم تفکری نیست که عقل غلبه پیدا کرده باشه. اون تفکری نیست که منطق محور باشه و این تفکری نیست که منطق محور باشه. این شهودی بودن، این غیر متافیزیکی بودن به این معنا که عقلانیت متافیزیکی غلبه پیدا نکرده، یعنی تفکر مفهومی غلبه پیدا نکرده، هنوز نوعی از دریافت بی‌واسطه و حضور، احساس حضور در جهان، در این دو افق، در این دو سنت وجود داره و هنوز منطق محور نیست، لوجیسیسیسم یا اصالت منطق متافیزیکی شکل نگرفته، چه در آثار اندیشه‌ای مثل آناکسیمندرو، پارسیمنس و سوفکلس و دیگران و چه در این و در زرتشت و سنت ما و در سنت. اگر به این نکته توجه داشته باشیم، پس تلاش به منظور فهم آیدیه در افق ایرانی اسلامی و حکمت ایرانی اسلامی، عرفان ایرانی اسلامی و کاربرد هرمونوتیک حضور هایدگر که خود نوعی بازگشت به تفکر پیشرفت سقراطی برای فهم حکمت ایرانی اسلامی، به هیچ وجه امری غیر علمی، امری گزافی و امری به صورت اربیتری و دلبخانه و گلهوسانه نیست، یک تفسیر به رأی نیست. نکته تاریخی دوم، کسانی که با تاریخ فلسفه قرون وسطی یکم آشنایی دارن به خوبی میدونن که تفکر ایرانی در قرون وسطی غربی حضور داشته. مبانی حکمی و عرفانی ایرانیان باستان هم به طور مستقیم بر متفکران قرون وسطی تاثیر داشته، هم به نحو غیر مستقیم. به نحو مستقیمش کجاست؟ فرضاً شما زندگی آگوستین رو خونده باشید، میدونید آگوستین در دوران جوانیش مانویه، یعنی تحت تاثیر عناصر مانوی که از این قسمت عالم به اون قسمت رفته، به غرب مسیحی رفته. و هم آثار فیلسوفان ما میدونیم فیلسوف مشایی نداریم، در تاریخ کشورمون در سنت ما فیلسوف مشایی کامل نداریم، حتی ابن سینا تا حدی افلاطونیه، همه فیلسوفان ما به نحوی افلاطونی مشتبه. و در واقع تفکر ایرانی بر روی فیلسوفان ما اثر گذاشته، اون نوع اشراق حکمت شرقی، و فیلسوفان افلاطونی ما هم
بر سنت فلسفه و عرفان مسیحی تاثیر گذاشتن. توجه داشته باشیم، یادم نره که رساله دکترای هایدگر، عذر میخوام رساله دکتراش نره، رساله‌ای که برای احراز استادی میزن قرض به ایران میسر که دکترا بگیر استادم میشه خود بخود، یعنی وقتی دکترا گفتی تازه برای به اصطلاح احراز مقام استادی، ولی که رساله دیگه ایده. رساله ای که هایدگر برای احراز صلاحیت استادی می نویسه در مورد دونسکوتف یا دان اسکاتلندی. دونسکوتف عارف مشهور مسیحیه. نظریه معنا و مقولات رو هایدگر در این بررسی می کنه. اتین جیلسون صاحب نظر بزرگ و جهانیه حوزه فلسفه قرون وسطا، به ما نشون میده که ابن سینا و اندیشه های ابن سینا نقطه آغاز اندیشه های دونسکوتف، یعنی دونسکوتف از ابن سینا تأثیر پذیرفت و در قرن دوازدهم که یک نوع نهضت ترجمه در غرب از آثار جهان اسلام شکل میگیره، واژگان فلسفی مشترکی از زبان عربی به زبان لاتین وارد میشه. حالا با توجه به اینو خواستم بگم که یافتن عناصر مشترک میان تفکر هایدگر و عرفان ایران اسلامی رو به هیچ وجه نباید امری غیر ضابط من و نوعی تفصیل گذافی و دلیل بهانه تفصیل کرد اون چنان که در جامعه ما میشه در سطح روشنفکری ما و در سطح مباحث ژورنالیستی ما و در ادعای این که آقا این هایدگر هایدگر اکادمیک نیست، به شدت مواجهه غیر اکادمیک سیاست زده و ایدئولوژیک میشه. نکته دیگر این که کوربن به هیچ وجه خواهان تلفیق الهیات با تفکر هایدگر نیست. یه عده این کار کردن، یه عده در غرب میکوشن که در واقع تفکر هایدگر رو با الهیات تلفیق بدن، مثلا بر اساس کتاب وجود زمان انجیل تفسیر کردن. کوربن میگه که تجربه من با تلفیق های کم و بیش موفق فلسفه هایدگر با الهیات کاملا متفاوت. کوربن میگه من خواهان بکارگیری روش هرمونتیک، یعنی روش هرمونتیک پدیدارشناسانه یا پدیدارشناسی هرمونتیک هایدگر در اساس جهانبینی مستطر در اندیشه های شرقی به خصوص در حوزه اهل کتاب هستن. کوربن به مخالفان نحوه تفکر و شیوه تفسیرش از هایدگر میگه که زمانی که برخی سربسته الغا کردن که من هایدگر رو با سهروردی آمیختم، به این کلده هرمونتیک هیچ اشاره‌ای نشد، زیرا آنان یعنی مخالفان کوربن از وجود آن یعنی هرمونتیک هایدگر، روش هرمونتیک هایدگر کاملا غافل بودن. ایشان میخواستن الغا کنن که من نوعی تلفیق و ترکیب میان جهانبینی هایدگر و جهانبینی حکمای ایران زمین صورت دادم و این برداشت به نظرم چنان مستر و بیپای و اساس جلوه کرد که آن را مغرضانه یافتم. این حرفای کوربن به شدت در مورد فضای شبه روشنفکری ما در جامعه ما صادق، به شدت مغرضانه یافتم. من کلید هرمونتیک را به کار گرفتم که ملک هایدگر و صدها صفحه نگاشتم تا نشان دهم که این کلید توانایی، این کلید توانایی گشودن چه چیزهای متفاوتی را دارد، اما کوشش من بی حاصل بود، زیرا این منتقدان عقب افتاده نوشته هایم را نمی خوانند و همچنان در بلاهت خیش سرسختی می برند. این هم یک از درس های جامعه ما، همه ما، من یک دوستان نزدیک هم یک از نوشته های من را نقد زده بود بیان که خونده باشه. اینجوری فضای فکری ما، فضای فکری ما چنین است، بیان که خوانده شود به طور اپرایورای بر اساس مفروضات ذهنی خودمون فرض رو و اندیشه های اون رو در چارچوب های از پیش تعیین شده خودمون میذاریم. یک نوع اقتصاد در تفکر، یک نوع صرفه‌جویی در تفکر، هر چیز رو زودی با انگو. من در یک جا صحبت میکردم آقا این اپلیکیت هایدگریه، با کلمه هایدگری کلا میخوام مثلا بحث رو تموم کنم، برو پدر هایدگری با هایدگری چکار دارید؟ بریم بحث فلسفی میکنید، دیبیت فلسفی میخوایم را بندازید. و این گفتم این دردهایی که کوربن داره در واقع دردهای جامعه ما هم هست، بیان که نوشته ها خونده بشه نقد بشه.
در واقع من کربنده رو میده. در واقع من فقط کاربرد این هرمنوتیک را به حوزه بک و بسی عرفان اسلام شیعی و صفت عرفان مسیح و عرفان یهود که هم مرد آن هستن، یعنی عرفان مسیح عرفان یهود که هم مرد عرفان شیعی گسترش دادن. کربند بعد هم مخالفان خودش میگه با کمال تعجب شنیدم ادهی گفتن که من به صوفیگری عرفان روی آوردم چون از فلسفه هایدگر دلزده و نامید شدن. این برداشت از زندگی فکری من کاملا بیپایه و اساس است، زیرا نخستین نوشته های من در باره سهروردی در سالهای 1933 و 1935 به چاپ رسید، در حالی که ترجمه من از هایدگر در سال 1938 منتشر شد. یعنی من اول سهروردی شناس بودم، در این حوزه کار میکردم، البته با مشکلاتی مواجه بود که بعدا تفکر هایدگر کمک میکنه مشکلات باز کنه، اما از سهروردی شروع کرد، بعد هاست که به هایدگر میرسه. در تقلید کربن مثل هر متفکر جدی در دوران معاصر نیهیلیسم دوران مدرن رو به خوبی درک کرده و من گفتم به اعتقاد من کسی که به نیهیلیسم توجه میکنه در دوران ما که نیهیلیسم رو تجربه کرده و خواهان مواجهه با نیهیلیسم در واقع خیلی جدیش نگیرید. کربن میخواد نیهیلیسم بگذره و بی تردید تفکر هایدگر یکی از ستورترین تلاش های نظری در روزگار ما برای گذر از نیهیلیسم. از نظر کربن هرمنوتیک حضور هایدگر به منظور غلبه بر نیهیلیسم و تفکر حضوری حکما و عرفای ایران اسلامی به این اعتبار، یعنی به اعتبار گذر از نیهیلیسم، البته عرفای ما نیهیلیسم رو به این شدت به اصطلاح تجربه نداشتن، نیهیلیسم البته درکی داشتن، یعنی کفر در واقع به معنای بعد از حقیقت برای اونها یه تجربه نیهیلیسم بود، اما به این معنای که امروز ما نیهیلیسم رو در همه حوزه ها حوزه اخلاق گرفته، مرگ سوژه گرفته، بی معنا شدن زندگی و جهان گرفته، اینا رو در نهایی ترین بست خودش داریم تجربه میکنیم. اما به هر حال در واقع هرمنوتیک حضور هایدگر و تفکر حضوری حکما و عرفای ما به از حیث به اصطلاح گذر از نیهیلیسم و بی معنای جهان در واقع در افق مشترکی قرار دارد. اینجا دیگه داریم به محتوا توجه میکنیم، صرف نظر از اینکه برای این گذر از نیهیلیسم هایدگر از چه واژه‌ای استفاده میکنه، حکما و عرفای ما از چه واژه‌ای، به لحاظ این تلاش ها داریم هم افقیشون رو نشون میدیم. کربن در مورد هایدگر میگه هایدگر دستکم بعد شرقی تفکر رو حرف زده بود، بعد شرقی هم بعد وجودی، هرچند که شرق او با شرق اشراقیون یعنی سهروردی و ابن عربی و ملا فتح هایدگر دستکم بعد شرقی تفکر رو حرف زده بود، هرچند که شرق او با شرق اشراقیون یا افلاطون ایرانی کاملا یکسان است. این خود کربن هم ارزان میکنه که اینها نمیشه کاملا یکی دیگه. کربن به خوانندگانش میگه، یعنی به مخالفانه، شما حتما گفته های گویای هایدگر در مورد اوپنیشادها رو غیر مستقیم شنیده اید. هایدگر میان تفکر خودش به اوپنیشادها همسویی های میدید. این بیانات نشان میدهد که او به دنبال چیزی شبیه شرق اشراقیون بوده. همچنین یکی از تلاش های کربن گذر از سیستم و برای اینکه مبنای نظری رو برای گذر از سیستم فراهم کنه، اینکه من میتونم با تاریخ گذشته همسو و هم افق باشم و گذشته رو برای خودم حاضر کنم، درست مسیح مال 2000 سال پیشه، اما من میتوانم مسیح رو معاصر خودم بکنم، یک نوع تجربه حضور داشته باشم و اون رو گذشته رو برای خودم حاضر کنم. برای اینکه کربن از سیستم بشر رو آزاد بکنه میخواد که مبانی نظری رو برای نوعی استعلا و فراروی از چارچوب‌های تاریخی و همچنین نوعی فراتاریخیت رو فراهم بکنه. به اعتقاد کربن نه فقط مورخان بلکه خیلی از مفسران الهیات هم اصیل هیستوریسیستن و میکوشن که در واقع بر اساس جهانبینی اصل روشنگری و هیستوریسم مدرن در واقع اسطوره های دینی رو تفسیر بکنن. این از در مورخان و متکلمین اهل الهیات در واقع تاریخ قدسی رو انکار میکنن و جهان رو صرفا در همین واقعیت موجود محدود میکنن. حالی که دلایل توجه جدی کربن به هایدگر اینه که
هایدگر یک نوع تمایز وجود شناسی مهم داره بین وجود و موجود، و این تمایز وجود و موجود در واقع مبنای وجود شناختی لازم رو برای کربن فراهم میکنه بین تاریخ و فراتاریخ. یعنی موجود یا حوزه اونتیک حوزه تاریخ، و حوزه اونتولوژیک یا حوزه وجود ساحت وجود حوزه فراتاریخ. و این تمایز وجود شناختی است که میتونه در واقع مبنای نظری رو فراهم بکنه، که این مبنای نظری امکان رهایی از تاریخیت تاریخ و از اسارت در زندان هیستوریسیست رو برای ما فراهم بکنه. همچنین از نظر کوربن نگاه هرمونتیکی و پیدارشناسانه وجودی هایدگر و تلقی که هایدگر از دازاین داره، این کاملا در تقابل با نگاه های روشنگرانه، نگاه های فهم دکارتی از انسان و نگاه های هیستوریسی هست. هایدگر به ما میگه تایم و تمپورالیتی یکی نیست، زمان و حیث زمانی یکی نیست. نه، باید تمپورالیتی رو که یک امر اکزیستانسیله با زمانی که روی ساعت هست یکی کنید. هایدگر به ما میگه بین تاریخ و حیث تاریخی، بین هیستوری اند هیستوریسیتی تفاوت وجود داره، و همین تمایزی که سبب میشه ما تفکر تاریخی ما به ورطه تاریخ‌گرایی هیستوریسی در نغلطه، و این تمایزگذاری ها بسترهای مفهومی رو برای اعتقاد به نوعی متاهیستوریسیتی فراتاریخ در وجود انسان فراهم بکنه. بر اساس ساختارهای وجودی انسان از نظر هایدگر، این که هایدگر اسمشون میذاره دایاس دازاین ترانسندنت یا استعلا، یعنی برون ایستایی از خود فرا رفتن، در واقع اینها ساختارهای بنیادین نحوه وجودی انسان. همین استعلا در واقع فراروی انسان را از چارچوب‌های تاریخی فراهم میکنه، و انسان دا با زاین یک نسبتی داره، انسان با وجود یعنی با فراتاریخ یک نسبتی داره، و همین بسترهای مفهومی است که اعتقاد به فراتاریخیت رو میتونه برای ما ممکن بسازه، و همین اعتقاد به فراتاریخیت در واقع یک نوع امکان تجربه، فهم و برقراری گفتگو و دیالوگ بین سنت‌های گوناگون تاریخی رو فراهم می‌سازه. درسته که من در قرن 20 دنیا اومدم، درسته که من در عصر متافیزیک، قلبه متافیزیک و در عصر قلبه عقلانیت جدید زندگی می‌کنم، اما برای من این امکان هست که با مسیح، با بودا، با کنفوسیوس، با محمد، با حکما و عرفای مختلفی در سنت‌های تاریخی دیگه قرار داشتن همزبان شن. این استعلا یعنی ترانسندنس برای من امکان پذیره، لذا میتونم بر اساس این ترانسندنس یا استعلا یا فراروی خودم را از چارچوب‌های تاریخی به اصطلاح آزاد بکنم و تجربه حضور اونها را برای خودم حاضر بکنم، تجربه اونها را از جهان، از زندگی، از انسان و طبیعت برای خودم حاضر بکنم. هایدگر به روشنی نشون میده که تاریخیت اصیلتر و قدیمیتر از تاریخ عمومی جهان که ما به منزله تاریخ میفهمیم، تاریخ در معنای مهم یعنی رویدادهای بیرونی، وجود داره. تاریخ اکزیستانسیل کلا میگه، این تاریخ اکزیستانسیلی که هایدگر میگه همون چیزی که من ازش به تاریخ قدسی تعبیر میکنم، همون چیزی که ازش به متاهیستوریسیتی یا فراتاریخیت تفسیر میکنم. بس ما دو تا تاریخ داریم، یک تاریخ اکزیستانسیل، تاریخ وجودی، و یک تاریخ بیرونی، تاریخ کشدارها و جنگها و پادشاهان و سیاست‌مداران. این تمایز همون تمایز امر اونتیک و امر اونتولوژیکه، امر وجودی و امر موجودی که در اندیشه هایدگر وجود داره. در عرفان هم، در حکمت ایرانی اسلامی هم تمایزی وجود داره بین زمان باقی و زمان فانی. در سنت اندیشه های ایرانی، در اندیشه های پیروان مسلک زروان و زروانیان، تمایزگاری زمان سریع میان دو نوع زمان بود، زمان آفاقی و زمان انفسی. زمان آفاقی یعنی زمانی که حاصل گردش زمین به دور خورشید و خورشید به دور زمان بر اساس مثلا هیئت بشریستی، اما یک زمان حقیقی تر وجود داره که در اعماق وجود انسان ها
زمان انفسی. این در سنت ما هم بوده، این در سنت ما هم بوده، زمان فانی و زمان باقی. اشعار حافظ مملو از کاربرد این دو زمانه. امام زمان هم در سنت شیعی نه در کاربرد اسطوره‌ای و رایج کلمه، در معنای حکمی کلمه، در واقع امام زمان یا امام عصر در یا بقیت الله در واقع این نوعی اشاره به زمان باقی هم هست. حالا کاربردهاشو بعدا می‌پردازید در اندیشه فردی چقدر بر روی به اصطلاح مفهوم بقیت الله به منزله زمان باقی دست می‌ذاره. همین تقسیم بندی زمان آفاقی و زمان انفسی رو در دوره که زروانیان داشتن، در دوره اسلامی هم در میون عرفا مشخصا علاءالدین سمنانی عارف قرن هفتم رو داریم. زمانی سمنانی هم علاءالدین سمنانی هم میان زمان آفاقی زمان جهان کبیر یا دنیای سفلا و زمان انفسی یعنی زمان روح و روان یا زمان معنوی هم تمایل قائله. در میرزا آماد مفهوم ده رو دارید بعدن. به اعتقاد کربن اون که در نگاه مدرن تاریخ ناویده میشه در از نظر حکمت ایرانی اسلامی فقط ظاهر قضیه است، اما این تاریخ ظاهری تجسم و مجاز یک رویدادهای درونی و باطنیه. در حکمت ایرانی اسلامی حتی این تاریخ ظاهری هم تفسیر باطنی میشه و هرمانتیک معنوی یا تعبیل در سنت عرفانی شیعیان خواهان نیل به همین حقیقت سراتاریخیه. از دیدگاه کربن، به اعتقاد کربن، از دیدگاه اهل باطن و عرفان تاریخ معنای معنوی و رمزی داره. این روند تاریخی نمیتونه بیانگر حقیقت باشه و تنها جنبه مجازی و ظاهری تاریخ باطنیه. در کتب مقدس خود مادر قرآن از روز علف صحبت میشه. روز علف در یک روز نیست، به معنای روز به مفهوم یک تاریخ باطنی رو در یک زمان سرمدی بیان میکنه. حالا نظر کربن اگر معتقد باشیم آیات کتاب مقدس فقط بُعد تاریخی دارن، فقط به شرایط تاریخی بیان میشن، مثل ازدواج، یکی به زن پیامبر تهمت زد، آیاتی اومد، جنگی شد، غزوه‌ای شد، صدای با صدای بلند با پیامبر صحبت کردن، آیه اومد که آقا مثلا با پیامبر بلند حرف نزنید، اگر فقط تنها بُعد تاریخی برای آیات قائل بشیم در واقع فقط به ظاهر آیات چسبیدیم و در اثر این نگاه تاریخی در واقع چیزی از کتب تاریخی باقی نمیمونه. عمر تاریخی که تمام شده رفته دیگه، اون دوره با پیامبر بلند حرف می‌زدن، اون موقع زهار بود، اون موقع لات و عزی بود، دیگه در واقع کتب مقدس معنای خودشون رو از دست میدن. اما اگر با هرمنوتیک معنوی یا تعبیر آنچنان که در سنت حکمی ما وجود داره با این آیات برخورد بشه، مفاهیم باطنی جدید از آیات کتب مقدس پیوسته و پیوسته و پیوسته انکشاف پیدا میکنه. و کل یامن و فیشن به تعبیری با این هرمنوتیک معنوی که آیات جان تازهی به خودش میگیره. حالا من وارد هرمنوتیک متن کتاب مقدس نمیخوام بشم، اما از اینجاها شما میتونید نزاهای امروز نگاه بکنید. برخی از ازلیت و ابدیت کتاب مقدس دفاع میکنن و برخی میگن با این آیات کجا شاخه میخوره ازلی و ابدی باشه، رجم و سنگ باران و نمیدونن احکام تاریخی هست، آیات تاریخی هست. این نزاها رو در سطح جامعه هم داری میگه، نزاهای تاریخی هست. این از این نزاها سطح اسلام هم بود. نزاهای بین اشاعره و معتزله همینه راجع به کلام الله. معتزله معتقدان کلام الهی حادثه، یعنی حادث شده. اشاعره میگفتن نه، قدیمه، کلام الهی نمیتونه حادث باشه چون خداوند ذاتش قدیمه، فعلش هم یعنی کلمه خداوند اوصافش یعنی کلمه مثلا کلیم بودن خداوند چون ذات قدیم است محل حدوث حوادث نیست، پس کلام الهی هم باید قدیم باشه چون خداوند کلیم بودنش به معنای این نیست. مثل ما مثلا این علی عالم است، یعنی علی زمانی نمیفهمید حالا عالم شده، اما وقتی میگه خدا عالم است معنیش اینه که نمیدونسته بعدا میدونسته، چون خدا ذاتش قدیمه، علمش هم قدیمه، کلامش هم قدیمه.
وقتی اشاعره میگفتن کلام الهی قدیم است، یعنی کلام الهی تاریخی نیست، سر و تاریخی. وقتی معتزله میگفتن کلام الهی حادثه است، یعنی روی میدهد، یعنی تاریخی. حالا به نظر شما کلام الهی، کلام الهی حادثه است یا قدیم، تاریخی یا فراتاریخی؟ قسمت باطنیش بوده، قسمت فرات باقیتش اینه. کتب مقدس تاریخیه، کتب مقدس تاریخیه دیگه. ظهار یک مقوله تاریخی، نمیدونم ازدواج و طلاق و دعواها و لات و عزا و تاریخی دیگه. مالا یه دوره خاصی جغرافیه یه من خواهی جغرافی خاصی حالا این که چرا چنین هست یه بحث دیگری. حالا البته من وارد بحث نمیخوام بشم. پشت ذهن شما اینه که مخصوصا چنین شده است که با این زبان گفته شده، یک اراده‌ای وجود داشته. من حالا میخوام با این تأمل بکنید، یعنی نمیخوام وارد بحث بشم، ولی حرفم اینه که شما با یه سری مفروضات پیشین تئولوژیک دارید تفسیر میکنید. شاید بشه نگاه های دیگه هم داشت. حتی من دعوت به نگاه سکولار نمی کنم، ولی میخوام بگم اونم نگاه تئولوژیکه که خداوند اراده فرمودند که با زبان، یعنی وقتی میگم کتاب الهی از آسمان اومده و این آسمانی بودن تنزیل پیدا که مفهوم تنزیل هم البته که از اون مفاهیم قابل تعامل. فعلا وارد همونطوری متن مقدس نمیخوایم بشیم، ولی به هر حال اگر این تلقی رو داشته باشید بر اساس نگاه هایدگری، کتاب مقدس یک ساحت اونتیک داره، یک ساحت اونتولوژیک، یک زمان باقی توش، یک زمان فانی. در واقع کتاب مقدس یک خطوط سفید داره، یک خطوط سیاه. بچه خطوط سیاهش تاریخی، خطوط سفیدش سراتاریخی. خطوط سفید چیه؟ اساسا امری از که گزاره ها نیست، نوع انکشافه، چیزی که خودش رو بر قلب شما پدیدار میکنه و این چیزی که باطنیه و تفکر باطنی دنبالشه. از دل آیات قرآن نمیخواد فقه در بیاره، از دلش نمیخواد اتم در بیاره، نمیدونم فرمول علمی در بیاره، مدیریت جهانی در بیاره، نمیدونم اقتصاد جهانی در بیاره، اینا رو نمیخوام در بیارن. در اومدنی هم نیست، خودتو مسخره میکنی. کتب مقدس وقتی خونده میشه، اگر تلاوت صورت بگیره، نه اینکه صبح تا شب راجع قرآن بزنیم و یه صوت فیزیکیه، این که تلاوت نیست. تلاوت اونجاییست که در واقع عمل حضور صورت میگیره و شما در این حضور قیام پیدا میکنید و این قیام در امر قدسی، این حضور در ساحت قدس چیزی نیست که به گزاره ها در بیاد، یک امر اکسیستانسیاله. همون فرق بسته. نکته آخر این که کروان نمیکوشه هایدگر رو در افق، صرفا در افق عرفان ایران اسلامی بیاد وارد کنه، اصلا چنین نیست. کروان نمیکوشه هایدگر در افق عرفان ایران اسلامی تفکیک کنه، بلکه میکوشه محدودیت های تفکر هایدگر رو به کمک سنت شرقی برطرف بکنه. کروان خواهان نیل به اقلیم وجوده یا مقامی از حضور، همون چیزی که هایدگر هم دنبالش بود و معتقده که این اقلیم وجود یا این حضور معنوی در حکمت و عرفان ایرانی اسلامی نیرومندتره. به اعتقاد کروان، پدیدارشناسی حسر و دعوت به بازگشت خود پدیدارها یا روش اپوخه یا برکتینگ در داخل پرانتز گذاشتن، این که یعنی احکام رو کنار بذاریم، در بین الحلاله میگذاریم، مفروضات رو کنار بگذاریم، با روش هرمونتیک حسرلی یا با هرمونتیک شلایر ما خیلی که فقط در تفسیر متنه، یعنی گزاره ها، ما راهی به اقلیم وجود و سرزمین گمشده روح نداریم. البته هایدگر از کوسر و شلایر ما خیلی فاصله میگیره و با هرمونتیک وجودیش، با پیداشناسی وجودیش، با هرمونتیک حضورش و توصیفی که ساختار زمان
یا تمپورالیتی و ساختار دادایی میکنه، ما رو به سرزمین شهود و حضور راستین در قرب وجود نایل میکنه. اما به اعتقاد کوربن ما هنوز با هایدگر به قرب راستین نایل نمیشیم. در واقع گذار کوربن از هایدگر به سوی حکمت و عرفان ایرانی اسلامی بر اساس فهم خود کوربن و نزدیک شدن کوربن و متفکر چون سهروردی نشانه ای از عزمیت و اراده و تلاش کوربن برای اینکه مواجهه رادیکال تری با سوبژکتیویسم و نیهیلیسم متافیزیک غربی داشته باشه و به ساحت حضوری اصلی تری دست پیدا کنه. خب سوالتون بیشتر دیگه تو حوزه در مطالعات زرتشتی و اینها باید یک کسی باشه تخصصا؟ من فعلا یعنی با واسطه دارم صحبت میکنم، خودم ورود مستقیمی نداشتم، به نظر میاد که در سنت ما هم وحی به اون معنی که در سنت عبری هست نیستش. در سنت ما هم بیشتر این گونه است که موسی نیست که دوی انال حق شنود، و نه این زمزمان در شجری نیست که این زمزمان در همه شجرها هست، نه در یک شجر خاص، در یک نقطه خاص. گوش باید شنوا باشه. به نظر میاد اینم به لوگوس یونانی نزدیکتر. بفهمید خبر بهتون بدم، دو تا دوشنبه آینده، یعنی دوشنبه که میاد نه دوشنبه آینده اگر اشتباه نکرده باشم، 22 چند شنبه میفته، 22 شهریور، دقیقا درست میگم 22 شهریور در پژوهشگاه علوم انسانی در آیسپر خیابان کردستان یک نشست نیم روزه در مورد ماهیت تجربه دینی، یه سمیناریست که 3 نفر توش سخنرانی دارن، یکشم من هستم. دوست دارم عزیزانی مثل شما تو اونجا حضور پیدا کنن، در واقع پلهوش قرار نهار بدن. اگه قرار نهار بدن فکر میکنم به من نگفت. بله آره دیگه. آقای دکتر پور حسن و آقای دکتر رضا حشمت سلیمان حشمت و من در واقع اونجا موضوع صحبتم همین چیزی که شما میفرمایید کم و بیش. من نمیتونم الان تو این جلسه تو این نشست به سوال شما جواب بدم، چون نیاز به مقدمات خیلی زیادی وجود داره و بحثا حساسیت برانگیزه. اما من خدمت شما بگم که ما از کتب مقدس صحبت میکنیم، از متن مقدس صحبت میکنیم در ادیان. سوال: کی گفته این کتب مقدس است؟ کی گفته این کتب مقدس هست؟ من این بحث رو بارها برای مخاطبینم تو جاهای مختلف داشتم. ما باید یک بار هم شده به این سوال جواب بدیم: What is the holiness of the holy text؟ مقدس بودن متن مقدس به چیست؟ مقدس بودن متن مقدس به چیست؟ یک پرانتز وا کنم و اون فرق فرهنگ و تفکره. تفکر یعنی فرهنگ یعنی چیزهایی که از گذشتگان به ما به ارث رسیده.
فرهنگ خیلی عزیزه، اما اگر توش تفکر نباشه این فرهنگ میمیره. اتفاقی که برای فرهنگ ما افتاده، فرهنگ جسمه و تفکر روحشه. اگر تفکر نباشه فرهنگ میمیره. اتفاقی که امروز برای سنت تاریخی ما افتاده، سنت تاریخی ما رو به ضعفه، آخرین روحاش داره میزنه، اگرم به خشونت رو میکنه به این دلیل که به ضعف رسیده. اگر قرار این سنت به نحوی احیا بشه، حالا احیا به هر معنایی، احیا تقلید نیست، باز این هم بحث میاره تو جامعه ما، تقلید از سنت رو فکر میکنن میتونه راه خوشا بشه. به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه. سنت باید زنده بشه، و زنده بودن سنت به معنای در واقع تقلید از گذشتگان نیستش. تفکر یعنی پرسشگری، تفکر یعنی پرسشگری. ما باید برای جدی، به نحو جدی این پرسش رو در تاریخ فرهنگمون، اگر میخوایم این فرهنگ از سطح احساسات، از سطح پوپولیسم و عوامگری وارد حوزه فرهنگی و تمدنی بشه و وارد جهان زنده بشه، باید این سوال یک بار برای همیشه مطرح بکنیم. اساسا مقدس بودن یک متن مقدس چیست؟ و کی گفته که این متن مقدس است؟ وقتی آیه میگیم این متن مقدس است، یک معنای جامعه شناختی داره، یعنی متن برای ما مسلمان ها مقدس است، اما برای غیر مسلمان ها مقدس نیستش. یا یک معنای سایکولوژیک داره، روانشناختی، یعنی این متن برای من مقدس است، اما برای کسی دیگری ممکن است مقدس نباشد. این مثال من همیشه تکرار کردم، ممکنه من یه پدر بزرگی داشتم که برام خیلی عزیز بود، این پدر بزرگ فرزند حامی من بود، من از بچگی رو زانوادیم یا رو دوش پدر بزرگم سوار می شدم، این پدر بزرگم حالا مرده، یه چپق ازش به ارث رسیده، این چپق یادگار پدر بزرگ منه، من هر موقع این چپق رو بو می کنم یاد پدر بزرگم می افتم و قطره های اشک در چشمم جاری میشه. اما این چپق رو میدم به شما، از این که مثلا توتون های قدیمی تو این چپق بوده، بوی گندش حال شما رو به هم میزنه و شما رو به استفراغ میندازه. حالا وقتی میگه متن مقدس، آیا به همون معنای چپق پدر بزرگ منه؟ یعنی این متن برای من مقدس است، اما برای یک غیر مسلمان نامقدس است؟ اساسا ما چه متن رو مقدس میدونیم و چه متنی رو غیر مقدس؟ مقدس بودن به چیه؟ آیا مقدس بودن مراتبم داره؟ میتونیم متن مقدس و مقدس تر داشته باشیم؟ آیا آیات کتب مقدس محدودن؟ مثلا آیات کتب مقدس ما 6666 تا آیات و بس؟ من فقط تر سوال میکنم. اما یک راه کلی به شما نشون بدم، یک راه کلی رو شما نشون بدم، یک نگاه روشنگرانه. نگاه روشنگرانه میگه این متن با متون دیگه هیچ تفاوتی نداره، یعنی متن بشری، اینها حرفهای مسیح هست، اینها حرفهای محمد مصطفی هست، جزء مقدس بودن معنی نداره. جزء با این متون میشه انتقادی هم برخورد کرد، میشه نقادانه برخورد کرد، حتی میشه جنبه‌های خرافی درش نشون داد، میشه اشتباهات علمی، جامعه شناختی، روان شناختی درشون نشون داد. این نگاه سکولاره. در نگاه سکولار اساسا چیزی به نام مقدس وجود نداره که تا متنی بخواد مقدس بشه. نگاه دیگه نگاه سنتی، این کتب از آسمان آمده است. اما سوال، آیا در آسمان چاپخونه داریم؟ معنای آسمانی بودن یعنی چه؟ کتاب آسمانی یعنی چه؟ چرا این کتاب آسمانی و این کتاب زمینی؟ باورهای سنتی ما، به نظر من نظام‌های تئولوژیک و از جمله اون جریاناتی که به سنت روشنفکری دینی مشهور شدن، به اصطلاح سنت هم نگیم، حالا به هر حال داریم، هیچ کدوم توانمندی پاسخگویی به این پرسش‌ها رو نداره و به همین دلیل دائما طرحی رو میدن و چند سال بعد عقب نشینی میکنن. به نظر میاد این سنت هم به فهم سکولار
نزدیک شده. تفکر سنتی هم قابلیت پاسخگویی به این پرسش‌ها رو نداره. اینکه در پس یک نوع پوپولیسم، اینکه آقا ایمان مردم رو دستکاری نکنید، انگار من دارم دستکاری میکنم، ایمان مردم چیزی ازش باقی نمونده، شما پول نفت رو بردارید، قدرت اجرایی هم بردارید، حقنه رسانه‌ای هم بردارید، اون موقع من میدونم اون شما که از این سنت چه باقی مونده. هیچی باقی نمونده. اگر بخواد این سنت زنده باشه، باید معنای مقدس بودن، قدس، قدسیت و آسمانی بودن رو روشن بکنه. اگر نتونه این فرهنگ در حد فرهنگ، یعنی چی بنوته چهارشنبه سوری، چیزی که گذشتگان داریم ولی هژمونی زندگی با این نیست، شما با مقدمات دیگری زندگی میکنید، اینا یه چیزه حال مونده دیگه، باورهایی مثل اینکه معتقدی قیچی رو تکون به دعوا میشه، خرافه های سوالی بخشی توی حاشیه است، قرآن رو بوس میکنیم سر اون میذاریم تو مسافرت مثلا بهش توکل میکنیم، مثلا مثل اون دروازه‌بان فوتبال لای حوله می‌بینیم، لای دروازه‌بان می‌بینیم که گل نخوریم، مثل گل استقلال بود احتمالاً. از این کارکردها داره، اما مدنیت، زندگی و تمدن رو این کتاب نمی‌تونه رهبری بکنه. اما اگر بخوایم متفکرانه برخورد بکنیم، متفکرانه، نه از موضوع سکولار برخورد بکنیم و نه از موضوع تئولوژیک، آیا اساسا چه راهی امکان پذیره؟ این راهی که من الان چند سالی سر من 10 سالی دعوت به یک نوع برخورد دیگری میکنم که اسمش رو داشتم تفکر غیر متافیزیکی، مثلا غیر متافیزیکال، مثلا غیر تئولوژیکال، تفکری که سکولار نیست اما تئولوژیک هم نیست. بخی از اساتید به من حمله کردن که هم چیزی وجود نداره، تفکر یا باید سکولار باشه یا تئولوژیک. حتی بعدا دوستانی که انتقاد میکردن بعد از چند سال گفتن در واقع حق با عبدالکریمی بود. ما میتوانیم نحوه تفکری داشته باشیم که تئولوژیک نباشد اما سکولار هم نباشد. حالا سؤال شما این که آیا آیات کتب مقدس محدودن یا نامحدود، و آیا هر زمانی کتاب مقدس خودش رو داره، این سوال هنوز در پارادایم تفکر تئولوژیک سنتی ماست. تا زمانی که تو اون پارادایم تنفس میکنید، خود این سوال ها پاسخهای از پیش تعیین شده داره. یعنی شما به ختمیت قائلید، به ختمیت نبوت قائلید، قرآن آخرین کتاب آسمانیست، آیاتش هم همونه، حتی جلدش هم آسمانی، نحوه صحافیش و نحوه همه چیش قدیم بوده است و خطش رسم و خطش نقطه گذاری که نداره، حالا اگه نقطه گذاری هم بکنیم و همه اینها در واقع طبق نظر مفهوم بوده است، حالا خیلی از واقعیت های تاریخی هم حتی زیر سوال گذاشته میشه. من سالها پیش با در یک مقاله نشریه مدرسه پروژه فکری خودم بود تحت عنوان گذر از تئولوژی به اونتولوژی مطرح کردم. از تئولوژی بگذریم و وارد حوزه اونتولوژی بشیم. خودم میدونم هنوز خیلی کار داره، یعنی هنوز مفهوم روشن نیست و من دنبال فرصتی هستم که بتونم فکرم رو بیان بکنم. حرف من اینه که اگر ما بخوایم با این پرسش ها متفکرانه برخورد بکنیم که راهگشای زندگی ما در دوران کنون باشه، ما نیاز به یک شیفت پارادایمی هست. یعنی نمیتوانیم بر اساس پارادایم پیشین در پارادایم پیشین باشیم، حالا با یه فقه پویا و فقه مثلا فعال و فقه مثلا پویا و فقه منفعل، فقه پویا و فقه چی؟ بله؟ فقه ثابت و فقه پویا، یا مثلا با بله فقه سنتی و فقه پویا، یا مثلا با اسلام اصولش ثابت است اما فروعش متعول شود، ما یا حتی اون چیزی مثلا بله، یعنی با این بحثا در اون پارادایم ها ما نمیتوانیم به جنگ سوبژکتیویسم دوره جدید بریم، به جنگ عقلانیت انتقادی دوره جدید بریم، نمیتوانیم و نهایتاً به سکولاریسم تن میده، یعنی اون عقلانیت غلبه پیدا خواهد کرد. ما نیازمند یک شیفت پارادایمی هستیم، پارادایم باید تغییر پیدا کنه. اگر این پارادایم تغییر پیدا کنه،
فقط یک جزء این پارادایم تغییر پیدا میکنه، همه چیز معنیش دگرگون میشه و معانی جدید و تازه پیدا میکنه. لذا برای اینکه به این سوال شما حقیقتا من بخوام جواب بدم، باید یک شبکه از مفاهیم رو جابجا کنم. خود مفهوم وحی، خود مفهوم نبوت، خود مفهوم نبی، خود مفهوم ولی، خود مفهوم وصی، خود مفهوم آیه، خود مفهوم قرآن، خود مفهوم تلاوت، خود مفهوم تنزیل، خود مفهوم دین، همه اینا دگرگون میشه. بعد تو اون پارادایم سوال شما دیگه مفروضات دیگری مییابد. الان بر اساس مفروضات تاریخی موجود به سوال شما جواب دادن در واقع تا حدودی حساسیت برانگیزه و به نظر من نمیتونیم جواب داره ها، اما جواب ها برای نسل جدید و برای عقلانیت جدید قانع کننده نخواهد. بفهمید ببینید. سوال شما سوال جدی، سوال شما سوال جدی. دوشنبه آینده بیایید، من راجع به این بحث دارم. سوال شما رو به شکل دیگری هم میتوان مطرح کرد. من در یک دو تا از مقالاتم که در این کتاب ما و جهان میچهیم اومد، طرح مسئله گذر از تئولوژی رو مطرح کرد. فکر میکنم سال 83-84 هم بود سخنرانی من در مشهد چاپ شد تحت عنوان پایان تئولوژی، و اینکه اعلام کردم تفکر تئولوژیک در واقع به پایان خودش رسیده و ما نیازمند شروع نقطه تازهی هستیم. بعد از محافل گفته بودن که عبدالکریمی خودش اسیر تئولوژیه، خودش هنوز نتونسته از تئولوژی بگذره و داره از پایان تئولوژی صحبت میکنه. دلیلش هم اونها معتقد بودن اگر قرار پایان تئولوژی باشه، وجود امر قدسی رو باید من منکر شم. اونها معتقد بودن که همین که میگی امر قدسی هست، این خودش نوع تئولوژیه. این سوال، این انتقاد خیلی شبیه در واقع بحث شما، یعنی حرف شما اینه که همین که میگید امر قدسی، خداوند، در واقع تفکر شما اون تیکه و میگید از جایی اومده، این کتاب از جایی اومده. ببینید، سوال شما با تکرار سوال همین دوست ماست، یعنی پاسخ من هم همون پاسخه. شما الان در یک پارادایم تنفس میکنید، پارادایم سنت، یعنی سوالتون از اونجا گرفته شده که شما سنتی هستید، یعنی شما دارید مفروضاتی رو بیان میکنید، بعد این مفروضات رو به من نسبت میدید، بعد حرف من رو با اون مفروضات متعارض می‌بینید. میگید شما میگید که این کتاب از جایی اومده، میگید که محمد بی سواد بود، حالا این کتاب از جایی گرفته، درسته؟ همین که میگید جا و تفکر شما اونتیکه، با اونتی که شما با من تفکر اونتولوژیک میگید سازگار نیست. اولا سطح گذاره اولی گفتید، من گفتم یه سنت تاریخی ما گفته. خب حالا سوال اینه، سوال اینه، شما ما رو در برابر یه دوراهی قرار دادید، یه دایکوتومی،
همون دایکوتومی که تو جامعه هم وجود داره. آقا یا هیچ قدسی نیست، خرم از کردگی دوب نداشت، بذار کنار این دکونه خدا و پیغمبر بازی رو، اصلا هیچی به نام امر قدسی وجود نداره، یا اگر وجود داره همه چیزی که تاریخ سنت ما گفته میشه، سنت ما گفته میشه. حالا حرف من اینه، حرف من اینه، آیا ما نمیتونیم یک نحوه تفسیر و تلقی پیدا بکنیم که نه سکولاره، یعنی به وجود امر قدسی قائله و نه قدسیت رو به همون معنای سنتی میفهمه؟ حالا دقیقا قدسیت رو حالا به هر معنا میخوایم، در واقع پروژه فکری خودم رو دارم میخوام بگم، من خواهان فهمی از قدسیت هستم که من رو با اون محدودیت تاریخی مواجه نکنم، بتونم به سوال دوستان به نفع اوپنتر و بازتری جواب بدم. اما کلن همه حرفای دوشنبه اون رو دارم میزنم دیگه، همه تکرار میشه. ببینید نطفه سوال شما از اینجا بسته میشه که شما مفاهیم و مقولات رو از یک نظام اپیستمیک برمیدارید وارد یک نظام اپیستمیک دیگه میکنید. مثلا علم، ببینید سوالی که برای من قرار داده بودن بحث این بود که از نظر شما تجربه دینی چیه؟ میدونید که حایدگر مخالف تعبیر تجربه دینیه. دلیلش هم خیلی ساده است. تجربه مال نظام اپیستمیک علمیه، اکسپریمنت، اکسپریانس. بعد شما این مفهوم تجربه رو که مال نظام اپیستمیک دوران مدرنه میبرید مال دوران یک نظام اپیستمیک دیگه میکنید. اساساً مقوله وحی، نبوت، کتاب مقدس، آیه، اینها مقولاتی مال نظام اپیستمیک عالم سنت. حالا اگر بخوام اول ما باید وارد اون نظام اپیستمیک بشیم. با عینک قرن بیستمی نمیتوانیم قرآن 14 قرن پیش رو به صورت تجزیه تحلیل کنیم. اگر اون تجزیه کنید هیچی ازش بیرون نمیاد. اما به حال یه واقعیته، من در این قرن دارم زندگی میکنم، من انسان مدرنم. حالا چه کار کنم اون مفاهیم رو برگردونم بیارم عالم عالم خودم؟ نیاز به یک بازاندیشی هست، نیاز به یک شیفت پارادایمی هست. تا این شیفت پارادایمی صورت نگیره به این سوال ها ما خیلی سلیس و روان، یعنی دائما یه چیزی چی میگن، یه بام و دو هوا هستیم، دائما پاری از گزارهامون با پاری از باورها و گزارهامون با هم چیه متعارض. من معتقدم باید یه دیکانستراکت بشه، یعنی یه فروپاشی بشه و دوباره با این مفاهیم یه بنایی صورت بگیره. اگر چنین ایده متحقق بشه، پاری از مشکلاتی که ما امروز باهاش مواجه هستیم رو میتونیم جواب بدیم. البته ممکن مشکلات جدیدی باهاش، مشکلات جدیدی پیدا بشه. دقیقا. آره. حالا البته من دارم نتایج میگم، اگر این مقدمات رو بگذاریم ما، ولی من ادعای خودم که فی نفس شیفت پارادایمی میخوام بکنم نه ندارم. میگم شما یا باید روشنگرانه نگاه بکنید، یا باید در اون پارادایم سنت باشید، یا میکوشید به اصطلاح تئوری های الحاقی بدید که همش شکست خود، یا یه اتفاق دیگه باید بیافته که اسمش رو میذارم شیفت پارادایمی. من آمادگی این شیفت رو دارم، یعنی در خودم احساس میکنم این شیفت رو تجربه کردم، یعنی احساس میکنم هیچ تعلقی به نظام های تئولوژی که رایج ندارم، ولی در این حال احساس نمیکنم که به اصطلاح به یک نوع سکولاریسم تن دادم. البته باز این ادعام نیست که من سکولار نیستم، یعنی اینکه نمیخوام باشم. حالا اینکه تو زندگی عملی سکولارم یه بحث دیگری، اینقدر عوام نیستم مثل اون بابا جفرو بالای بنبنی و خدا شد که ما جز مخلصین درگاهت قرار دادیم. ها معلومه که معنای خلوص رو نفهمیده. اگر هم کسی بحث دیانت براش جدی باشه ادعا نمی کنه که من دین دارم، چون مسئله براش جدیه. گفت تو بید بر سر ایمان خیش می لرزم. بفهمید
اولا نگاه دکتر داوری چیه به هم بگید؟ منظورت از نگاه دکتر داوری به آینده؟ انقلاب انقلاب سیاسی نیست قاعدتا، این رو اگر انقلاب به همون شیفت پارادایمی بگیریم، بچه اومدن که به ما اعلام بکنن میخواییم بگیریم. خب من فکر میکنم اولا نسبت خودم با دکتر داوری بگم، من دانشجویشون بودم و هستم و من آثارشون رو خب خیلی خوندم، خیلی تأثیر پذیرفته، نگاه من خیلی از آثارشون تأثیر پذیرفته و پاسخ به این پرسش رو کم بی‌ادبی میدونم که به حال مقام دانشجوی خودم رو فراموش بکنم، یه نظری بلاد اخلاقی. به نظر من یک همسویی بسیار بنیادینی وجود داره، دلیلش هم اینه که در یک چارچوب مشترکی داره تنفس بشه، اون چارچوب چارچوبی که هایدگر در اختیار ما قرار بده. اما به هر حال خود دکتر داوری هم این اواخر یه مقدار نگاهشون تعدیل شد، ما راجع به آینده خیلی با قطعیت نمیتونیم صحبت بکنیم، فقط میتونیم یک نشانهای تفکر آینده رو بدیم. به هر حال به اعتقاد من به خصوص با ظهور شرایط یا موقعیت پست مدرن بسیار از نظام ها فرو ریخته، بسیار از نظام های فلسفی دیگه امروز کسی نمیگه من ارسطویم، من هگلیم، من مارکسیستم، همه این نظام ها یه جوری نشون دادن که در تبیین جهان ناتوانن، یه دیکانستراکت همه جا صورت گرفته، شالوده شکنی، اصلا دوران پست مدرن دوران بی‌اعتمادی، دوران بی‌اعتمادی به همه این نظام های اندیشگی، هر چارچوبی که بگه من تو این چارچوب میخوام. به اعتقاد من نظام های تئولوژیک هم فرو ریختن، به همین دلیل دوران ما میشه من که تو سیامش هم گفتن دوران جهان بی متافیزیک شده. مشکل شما اینه امروز معوا ندارید، خونه ندارید، هیچ کدوم خونه نظری سکنا بگذارید، هم نظام های فلسفی، هم نظام های تئولوژیک و هم نظام های ایدئولوژیک همه به نحوی فرو پاچیدن. دو تا امکان بنیادی در برابر ما هست که یک نیهیلیسم تمام وجود ما رو میگیره و همه چی تباه و نابود میشه، یا چیزی داره خودش رو آشکار میکنه. من امید تاریخی منه که این چیز داره خودش رو آشکار میکنه، امید تاریخی من. البته متاسفانه جامعه ما داره به قهر میره، روشنفکران ما هم دارن به سطح روشنفکران سطح مشروط و اینا میرسن که از فرق سطح ناخونه پا، یعنی چون نسبت به کمبود کره در دوران جدید مشکل داره، چون کره گرون شده، چون با قدرت سیاسی مشکل داره، نگاه خودش رو داره به سنت تاریخی میبنده. من یک زمانی فکر میکردم حرفا میونه نسل جدید میتونه جا باز کنه، حضور شما تو همین کلاس نشون میده نه خیلی به اصطلاح این حرفا طرفدار نداره، خواهان نداره و مسئله مشخصه دیگه، مسئله مشخصه که ما با آخوند مشکل داریم، آخوندم یعنی سنت، مرگ و سنت تاریخی، مرگ و سنت تاریخی به طور یک پارچه. اگر روحانیون رو ما سنت تاریخی به نفع یک بارچه دفاع میکنن، روشنفکران ما سنت تاریخی رو به نفع یک بارچه انکار میکنن. به نظر من این فاجعه است، سنت تاریخی ما یک بارچه نیست، سنت ما هم نیروهای منفی تاریخی وجود داره و هم نیروهای مثبت تاریخی، به همین دلیل کار بسیار فکرانه و دشواری است که شما بتونید نیروهای تاریخی مثبت و نیروهای تاریخی منفی رو، عناصر مثبت این سنت تاریخی رو کشف بکنید و زیر بار انبوهی از خرافات، عوامل منفی، به صورت زشت و کریه نجات بدید. و تازه از دیگه وقتی وارد سخنی که میشید، مخاطب همواره تو رو مقایسه میکنه با سخنگویان رسمی سنت و تو نمیدونی باید چگونه با روشنفکر داری درگیر میشید، با سنتگراها درگیر میشید، کار بسیار به حال دشوار میشه. و من امیدوارم حالا حکمت تعداد ما اندکه، اما با جدیت و صفا و صمیمیت و حقیقت طلبی که از یه مقاری نمیشه ها شاید جا باز بکنه و بتونیم آینده تفکر خودمون رو تعیین بکنیم. به هر حال دوران دوران دشواری است، آنچه که برای ما مشخصه تفکر آینده نه متافیزیکی است نه تئولوژیک چیست، پاسخش رو من نمیتونم بدم. اگه
کاریزمای دروغین کاریزما خوب هست الان جامعه ما شکل داره میگیره، یعنی به حال سنت های عجیب غریب، روابط عجیب غریب، حتی در فکر، حتی در روابط خانوادگی، روابط خیلی عجیب غریب داره شکل میگیره. یعنی هیچ انگار نرم خودش نداره، هنجار خودشون نداره. اتفاقاتی در زندگی های فردی اجتماعی ما از زندگی خانوادگی گرفته تا خیلی حوزه های دیگه چیزای نوظهوری داره حادث میشه که ما تا حال تاریخ خودمون نداشتیم. درسته، به حال گویی ما در یک تیغی، یک لبه باریکی داریم گام میزنیم، ممکنه به این سو بیفتیم و همه چیز رو دست بدیم، یعنی به اون آخرین انسانی که نیچه میگه، انسانی که دیگه انسان نیست، در واقع با حیوان خیلی فاصله نداره، انسانی که در مصرف خلاصه میشه و هر نوع فاجعه بزرگی همش تن میده چون انگیزه برای ستیز و مبارزه نداره. یه امکان دیگه هم هست که اتفاق دیگری بیفته و یک ایمان جدیدی، یک افق جدید، یک تفکر جدیدی شکل بگیره. این امکان هم هست. هایدگر به ما امید میده که راه رهایی درست در همون نقطه کانونی بحرانه. هایدگر نیهیلیسم فقط منفی نمیبینه، یعنی میگه شاید نیهیلیسم به معنای فروپاشی همه مقولات گذشته است و شاید با فروپاشی این مقولات 2500 ساله که نظام های تئولوژیک هم تحت تاثیر مقولات هستن، در واقع چیز دیگری زور پیدا کنه. هایدگر جواب نمیده، اون عدم شفافیت و اینا رو گفتم قبلا، به خاطر عظمیت در تفکرشه. هایدگر صراحتا میگه که زمان ما برای خدایان بسیار دیره و برای وجود بسیار زود. این وجود چیز چگونه ظهور پیدا خواهد کرد؟ هایدگر جواب نمیده، ولی شاید از این تفکر از سنخ دیگری باشه. شاید نشانه هاش رو هایدگر برای ما بیان میکنه، شاید حق با او باشه و شاید تاریخ مسیر دیگه رو پی بکنه. بفرمایید. تجربه دینی به این معنا که دین یک امر تجربی نیست. ولی تجربه رو باز شما با عنوان مشترک لفظی تو دو تا کانتکست مختلف به کار بردید. وقتی هایدگر میگه که تجربه دینی مثل دایره مربع، تجربه مال نظام اپیستمولوژی مدرنه که سوبژه محوره. ببینید تو نظام معرفتی جدید علم حاصل فعالیت بشره. متوجه هستید؟ من درس میخونم، من یاد میگیرم، من دانشمند میشم. من این تفکر با ارسطو آغاز شد. اما نوع دیگری از تفکر هست که سوبژه محور نیست، یعنی اساسا معرفت منصوب به من نیست، یک نوع گریفه، یک نوع لطفه از جای دیگری میاد که من حلم تحت احاطه این به اصطلاح نیرو قرار دارم. به این اعتبار دین مثل آیات قرآن نگاه کنید، انا هدیناه السبیل اما شاکران و اما کفورا. هدایت، راه، در واقع اینها به کس دیگری نسبت داده میشه. متوجه هستید؟ به این اعتبار سوبژه محور نبودن، دین و آگاهی دینی، معرفت دینی در واقع یک امر تجربی به این معنی که در اختیار من باشه که کم و زیادش کنم مثل لوزه آزمایش، این اصلا امکان شدن نیست. اصلا در نظام معرفتی گذشتگان به قول حافظ این شعر رو براتون خوندم بارها دیگه، در اندرون من خطر ندانم چیست که من خموشم و او در فغان در قوقاست، کس دیگری گویی داره در من به سخن میاد. این چیزی که تو نظام اپیستمولوژی جدید اصلا معنا نداره. ما به حرمت دوستمون بحث و خاتمه یافته توقی بکنیم که وگرنه دیگه حرمتمون بیشتر از این حده نره. من حالا بیرون در خدمتتون هستم اگر شما خسته نباشید. نه خیلی نه بیشنم اونجا الان که از تومت دارن.
اون استاد راهنما استاد مسعود داور اینا رفت آمد هر چند وقت بار دارم اما زمان آفاقی یعنی زمانی که همه زمان قرار دادی ساعت دیگه بلی همه شما ساعت چه ببینید همه زمانی که حاصل حرکت زمینه یا حرکت خورشید الان شما الان من میگم ساعت چند دیگه 6 و 10 دیگه الان چی میبینید شما اینجا رو ده دیگه یعنی زمان نیست مکانه زمان انفاسی زمین زمان التصاصیه مثال میخوام بگم زمان آفاقی این کلاس ساعت 4 تا 6 اما زمان انفاسی برای بعضی از بچه‌ها این لحظات بسیار کشنده بود امتداد زمان خیلی بیشتره ممکنه من دلمو خوش بکنم ولی مثلا برای بعضی زمان زود میگذره یه آدمی که عاشقه و پیش معشوقش نشسته زمان خیلی زود میگذره اما کسی پیش دشمنش نشسته انگار زمان واسطه مثلا جوونی که عاشقه و به وصال رسیده و کسی در حالت هجره مادری در نظر بگیر که فرزندش از دست داده اینا لحظات زمان نیسته ها شما شو مهران مدیری نگاه میکنید بعد مثلا میاد بحثای فلسفی من رو گوش بدید لحظات یکسان نیست اونجا خیلی زود میذاره اینجا خیلی امتداد زمان اینجا لحظه لحظات کش میاد تمومی نداره این همون چیزی که در آیه قرآن هم داره نا انزلنا لیلت القدر و ما ادراک لیلت القدر لیلت القدر خیلی من حرفش شد یه شب بهتر از هزار ماهه چجوریه یا زمان اصحاب کهف یه شب میخوابن 300 سال گذشته یعنی این زمان زمان کرونولوژیکال زمان آفاقی نیست یه زمان 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 انفوسی یا زمان باقی به یک معنی زمان اگزیستانسیله زمان شادی ها غم ها زمان احوالات ما این به معنی اگزیستانسیلش حالا یه معنای خاص دیگه هم داره زمان باقی چی وجود خودت وجود داره این روایت پیامبر رو به یاد میاره به فرمود لا تفقد ده و ده ان الله تو ده روز روزگار و زمان رو پشت نگی ها روزگار ده تا زمان خداونده حالا مفهومش ده رو تو ملا صدراش او دو خب توی میزامات هم در نظر بگیرید حیثیت هم وقتی از وجود زمان صحبت میکنه